هشتم ماه شوال مصادفه است با سال روز تخریب قبرستان بقی و حرم متحر اهل بیت علیه و السلام به دست وهابیان که به نام روز جهانی بقی نامگذاری شده است. بقی غرغد یا جنت البقی نام آرامگاهی در شهر مدینه منوره در کشور عربستان سعودی است که در هشتم شوال سال 1344 هجری قمری وهابیان کوردل پس از آنکه تمام گنجینه های آن را به سرقت بردند آن را با خاک یکسان کردند قبرستان بقیه از مهمترین اماکن و قبرستان ها در نزد مسلمانان و به خصوص شیعیان است چرا که آرامگاه چهار امام مظلوم شیعه یعنی امام مشتبا علیه السلام امام سجاد علیه السلام امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام است همچنین آرامگاه حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی، حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر امیر مؤمنان علی علیه السلام حضرت ام البنین سلام الله علیها مادر حضرت عباس علیه السلام و عباس عموی پیامبر و برخی دیگر از بزرگان اسلام در بقی قرار دارد تا آن زمان بر روی قبر متحر پیشبایان و سایر بزرگان اسلام که در این قبرستان مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت ولی آل سعود پس از تسلط بر شهر مدینه منوره ضمن تخریب گنبدها و بناهای اسلامی در بقی حتی آثاری که بر روی قبور قرار داشت را نیز نابود کردند خبر هولاک ویرانی بقی و که حرمت حرم شریف امه بقی علیه السلام در کشورهای اسلامی انتشار یافت و مسلمانان آن را مصیبتی عظیم و حادثه بس بزرگ برای جهان اسلام تلقی کردند تلگراف های اعتراض از سوی علما و مراجع و شخصیت های سیاسی از عراق، ایران، هند و سایر کشورها به سوی حاکمان حجاز سرازیر گردید جلسات درس در حوزه های علمی و مساجد تعطیل شد و مراسم عزاداری به عنوان اعتراض به این جنایت تاریخی برپا شد تا یاد و خاطره این بیحرمتی زنده بماند در همین راستا مرجعیت شیعه آیت سید صادق حسینی شرازی مدزل طی بیاناتی با اشاره به روز جهانی بقی گفتند هر کس در هر جا هست از فرصت استفاده کند و مظلومیت بقی را به اطلاع جهانیان برساند و دیگران را نیز برای رفع این مظلومت فرا بخواند این امر نامگذاری هشت شوال به عنوان روز جهانی بقی ای شرعی در راه احیای بقیه غرقد